سه سال پیش دیگو آرماندو مارادونا افسانه دنیای فوتبال در سن 60 سالگی درگذشت. حالا به همین دهونه میخوایم بریم 10 سخن جذاب و خاطر انگیز از دیگو آرماندو مارادونا رو با هم مرور کنیم. مارادونا پس از اطلاع از محرومیتش به دلیل مثبت بودن نتیجه آزمایش دوپینگ در جام جهانی 1994 گفت پاهایم رو بریدن. مارادونا در سال 1996 در کتاب دیگو گفت عنوان کرد من یک برتری نسبت به سیاستمداران دارم. اونها عمومی و معروف هستند و من محبوبم. در سال 1996 مارادونا در پاسخ به سوال خبرنگار جواب جالبی داد و گفت دیگو برای یک شنبه میرسی؟ به بانک میری؟ بله، به بانک رفتن مثل گرفتن نقره یا حیوانی وحشی است. در سال 1997 مارادونا به پله حمله کرد و گفت پله یک برده است. اون قلبش رو به فیفا فروخت و پس از اون زمانی که فیفا به اون پشت پا زد میخواد با ما بازیکنان دوست بشه. ولی کور خونده، هیچ سیاهی نیست که محو بشه. سال 1998 بیان کرد هر اتفاقی که بیفته و هر کسی مربی بشه همه دنیا میدونن که پیراهن شماره 10 تیم ملی مال من خواهد بود. در سال 2000 پیش از دیدار بوکا جونیورز و ریور پلاته مارادونا گفت پیروز شدن مقابل ریور پلاته در سوپر کلاسیکو مثل اینه که مادرت صبح تو رو با یک بوسه از خواب بیدار کنه. دلنشین و شیرین. در بازی بزرگداشت اون در 10 نوامبر 2001 گفت من اشتباه کردم و هزینش رو هم پرداختم ولی خدشه‌ای به توپ وارد نمیشه. دیگو در بازدیدش از بولیوی در سال 2004 بیان کرد در یکی از محله های خصوصی بوینس آیرس رشد کردم، خصوصی از نظر آب، برق و تلفن. سال 1996 این اسطوره فوتبال گفت من معتاد به مواد مخدر بوده، هستم و خواهم بود. کسی که در مواد مخدر غوطه بره هر روز باید با اون مقابله کنه. و ماندگارترین جمله دیگو آرماندو مارادونا پس از فیروزی در دیدار معروف آرژانتین و انگلیس در جام جهانی 1986 و اون گل معروف دست خدا، مارادونا جمله جالب گفت این برد چیزی بیشتر از یک مسابقه فوتبال بود، ما یک کشور رو شکست دادیم. دیگوی عزیز در فوتبال باشگاهی 344 بازی انجام داد، 150 گل زد و 94 پاس گل ارسال کرد و در فوتبال ملی 91 بازی انجام داد، 34 گل به ثمر رسوند و یک قهرمانی جهان رو در کارنامه افتخاراتش دید. بازیکنی که ساق پاهاش همیشه بوی گل میداد.